قسمت 27. فرهاد از آرش درخواست کرد تا او را در یک امر کاری یاری کند. آرش نتوانست تقاضای او را رد کند و آنها به جای سفر به جنوب راه کرج را در پیش گرفتند. خزان فصل مورد علاقه هدیه بود. ریزش برگ‌های رنگین و خشخش آنها را در زیر پا دوست داشت. وقتی به محوطه ویلا قدم گذاشت، از دیدن آن همه برگ‌های رنگین بر روی زمین مبهوت به زیبایی طبیعت نگاه کرد. گل‌های روز هنوز روی شاخه‌ها جلوه‌گری می‌کردند، اما درختان کم کم خود را اوریان می‌ساختند. او می‌توانست ساعت‌ها بی حرکت بنشیند و تماشا کند. وقتی فرنگیس و فرهاد به استقبالشان آمدند، او از داخل شدن به ویلا سر باز زد و گفت که میل دارد قدری قدم بزند. دیگران داخل شدند و او در مسیر خیابانی که همیشه قدم می زد شروع به راه رفتن کرد. تنها صدای گامهایش روی برگهای خشک شنیده می شد. او خود را در خیابانی بی انتها تصور می کرد. خیابانی که به ابدیت می پیوست. اندوه و ناراحتی وجودش را فرا گرفت. آفتاب رنگ باخته پاییزی در وجود او پیری و کهولت را زنده ساختند و او بی اراده گامهایش را سست و نامطمئن بر می داشت. چیزی در وجودش به تحلیل می رفت. گویی از سرعت خون در رگهایش کاسته می شد. با خود گفت اگر روی زمین دراز بکشم، برگ‌ها مرا در خود دفن خواهند کرد و من جنازه‌ای خواهم شد رنگین. خم شد و مشتی برگ از روی زمین برداشت و به دقت به آنها نگاه کرد و ادامه داد. مردن در فصل خزان زیباست. دوست دارم به جای خاک گورم را پر از برگ کنند. مشتش را جمع کرد و برگ ها در دستش خورد شدند. آنگاه دست باز نمود و خورد برگ ها را روی زمین ریخت و برای یقین نمودن به آنچه گفته بود زمزمه کرد. مردن در پاییز و زیر برگ‌ها دفن شدن زیباست. عمارت را دور زده بود و می توانست ساختمان فرهاد را به وضوح ببیند. زنی با یک سبد کوچک سپید از آنجا بیرون آمد. راه ساختمان مستخدمین را در پیش گرفت. او خانم حیدری را شناخت، اما نتوانست دریابد که چرا از دیدن او خوشحال نیست. هرچه در ضمیرش کنکاش می کرد، عاملی برای آن نیافت. با بی‌قیدی شانه‌اش را بالا انداخت. او همراه ساختمان مستخدمین را در پیش گرفت. از مقابل اتاق خانم راد گذشت و به سمت سالن غذاخوری پیش رفت. در آنجا هیچ کس نبود. گرمای مطبوع و یک نواختی محوطه را احاطه کرده بود. شومینه روشن بود و چند چوب درون آن به آرامی می سوختند. هدیه روی صندلی راحتی مقابل شومینه نشست و پایش را دراز کرد. برای رفع خستگی چند دقیقه دیده بر هم گذاشت. روزی را به خاطر آورد که فرزاد از درب شیشه‌ای وارد شده بود. با هم گفتگو کرده بودند. تمام کلمات را به خوبی به یاد می آورد. صورت بشاش و شاد فرزاد را فراموش نکرده بود. از یادآوری گفتگوی آن روزشان لبخندی بر لب آورد و دیده گشود. یک لحظه تصور می کرد که وقتی دیده می گشاید او را در کنار دیوار شیشه ای خواهد یافت. اما هیچ کس آنجا نبود. با صدای میز چرخدار به سالن، هدیه برگشت و دو نفر از مستخدمین را دید که برای چیدن میز غذا آمده بودند. هدیه گرم و صمیمی با آنها برخورد کرد و برای آنکه آنها راحت بتوانند به کارشان ادامه دهند، سالن را ترک کرد. مادر و عمه را در تالار یافت. آنها با ورود او سخنانشان را قطع کردند و فرنگیز او را در کنار خود نشانده و گفت: بیا عزیزم، پیاده روی خستت کرده، چی میل داری تا بگم برات بیارن؟ هدیه گفت: هیچی همه جان، احساس گرسنگی میکنم، اگه چیزی بخورم اشتهامو از دست میدم. فرنگیس نگاهی به ساعتش کرد و گفت: حق با توه،
گفتگوی آقایون طولانی شده. اگه خیلی گرسنه‌ای دستور بدم غذای ما ستا رو بیارن. آرش و فرهادم بعد از تمام مذاکراتشون غذا بخورن. هدیه گفت گرسنه هستم، اما نه اونقدر که نتونم صبر کنم. بهتره هممون با هم غذا بخوریم. عمه بلند شد و از درون ظرف شیرینی آورد و گفت اینو بخور. شیرینیش زیاد نیست. اشتهاتو کور نمی کنه. سخن او هنوز به پایان نرسیده بود که آرش و فرهاد وارد شدند و فرهاد گفت از اینکه منتظرتون گذاشتم منو ببخشید. موضوع مهمی بود که باید اونو با دایی جان مطرح می کردم. اگه آماده این بریم سر میز. عاطفه نگاهی به آرش انداخت و همگی به سمت سالن غذاخوری به راه افتادند. در سر میز نگاه فرهاد و هدیه در هم آمیخت، اما هدیه چیزی را که مایل بود در آن نگاه ببیند ندید. نگاهی بود عاری از عشق و هیجان، گویی در روبروی او مردی نشسته بود که قلبش خالی از هر گونه عشق و محبتی است. هدیه امیدوار بود در نگاه فرهاد آتش عشق را ببیند و بتواند از نگاه او بخواند که از دیدار یکدیگر خوشحالند. او دلش می‌خواست شور و اشتیاق به هم رسیدن و با هم بودن را در نگاه او بخواند. اما نگاه بی احساس فرهاد همچون ریختن آبی بر آتش وجودش او را سرد کرد. در یک لحظه تصمیم گرفت یک بار دیگر به او نگاه کند و با خود گفت شاید اشتباه کردم. اما وقتی بار دیگر به او نگاه کرد او را خیلی خونسرد مشغول خوردن دید. از خودش بدش آمد. با خود اندیشید میدونه من دوستش دارم، به همین دلیل سعی میکنه من رو به زانو در بیاره. اما اگر اون تا این حد خود داره، من چرا نتونم خود دار باشم؟ باید کاری کنم که نسبت به عشق من تردید پیدا کنه. اما چجوری؟ اگر رول بازی کنم اون خیلی خوب میتونه تشخیص بده که نقش بازی میکنم. هی کاش اصلا به اینجا نمیومدم. با اینکه گرسنه بود فقط با غذایش بازی کرد و گاه گاهی کمی از آن بر دهان میگذاشت. سوالات گوناگون به مغزش هجوم آورده بودند. سوال پشت سوال. برای هیچ کدامشان هم جوابی منطقی نمیافت. علت بیمهری فرهاد را همچون معادله مجهول در پیش روی داشت. زودتر از دیگران میز را ترک کرد. به جای دنج و آرام احتیاج داشت تا دور از دیگران بتواند فکر کند. به کتابخانه رفت و در جایی نشست که فرهاد همیشه می نشست. اگر کسی وارد کتابخانه می شد، در نظر اول نمی توانست تشخیص دهد که آیا کسی در کتابخانه حضور دارد یا خیر. هدیه بدون آنکه کتابی را انتخاب کند نشست و نگاهش بر روی کتاب ها ثابت ماند. آخرین دیدارشان را به یاد آورد. هرچه در حافظه‌اش شستجو کرد، علتی برای بیمهری فرهاد نیافت. وقتی به نتیجه نرسید، آه بلندی کشید و گفت همیشه همینطوری بوده. دخترها زود تحت تأثیر احساس قرار می‌گیرن و این ضعف ماست. من سرنوشتی مثل بهاره خواهم داشت. فرهاد هم بر من تسلط پیدا می‌کنه و بر من و عشقم میخنده. زهرخندی بر لبش شکوفه شد و ادامه داد. چه ساده دل بودم که فکر میکردم چیزی به وسعت عشقمون وجود نداره. من کجا اشتباه کردم؟ چجوری میتونم اشتباهمو جبران کنم؟ هی کاش میتونستم با کسی حرف بزنم. قطره اشکش را با پشت دست زدود و گفت من نمیذارم که بازیچه دستش بشم. من اشتباه بهاره رو تکرار نمی کنم. من باید تصمیم بگیرم که دیگه در صورتش نگاه نکنم، چون در مقابل نگاهش ناتوانم. حتی اگه با من حرف بزنه نباید به چشمش نگاه کنم. من باهاش مبارزه می کنم. آنقدر تصمیمات گوناگون گرفت که وقتی از کتابخانه خارج شد حالت تدافعی داشت. غیبت طولانی او باعث نگرانی دیگران شده بود. همه جا را به دنبال او گشته بودند. کتابخانه آخرین مکان بود که هدیه هنگام خروجش از کتابخانه با آنها برخورد کرد. عاطفه نفس راحتی کشید و گفت ما
رو نگران کردی؟ این همه ساعت تو کتابخونه چی کار میکردی؟ فرهاد با لحن شوخی گفت حتما با دیوان حافظ مشغول گرفتن فال بود. هدیه خواست جوابی بدهد که اولین تصمیمش را به یاد آورد. در حالی که روی سخن به مادر داشت گفت فال نمی گرفتم چون لزومی به گرفتن فال نبود مادر جان. نمیخواین حرکت کنین؟ من خونه خیلی کار دارم. عاطفه که از گفته های هدیه گیج شده بود نمیدانست که باید چه بگوید. او میدانست که هدیه قبلا گفته بود مایل از چند روزی را در کرج بگذراند. نمیدانست به چه علت هدیه از تصمیم خود منصرف شده. چون هدیه را منتظر جواب دید گفت من کاری ندارم. اگه پدرت حاضر باشه حرکت میکنیم. هدیه از آن دو پیشی گرفت و گفت لطفا آماده بشین تا به خونه برگردیم. شب میشه. آن دو در پشت سر هدیه حرکت کردند. هدیه مانتوی پاییزش را پوشید و از کیفش آینه کوچکی درآورد و خود را در آن نگاه کرد. او برای رفتن آماده بود. عاطفه رفت تا آرش را بیابد. فرهاد به هدیه نزدیک شد و گفت چرا میخوای با این عجله اینجا را ترک کنی؟ اتفاقی افتاده؟ هدیه گفت نه. چرا باید اتفاقی افتاده باشه؟ کار پدرم در اینجا تموم شده. باید برگردیم، فقط همین. فرهاد گفت به من نگاه کن بعد بگو مایلی اینجا رو ترک کنی. اما هدیه همچنان که نگاهش به بیرون از سالن بود گفت چرا نباید اینجا رو ترک کنم؟ ما که دیگه کاری نداریم. موندنمون باید علتی داشته باشه، نه رفتنمون. فرهاد خشمگین شد و گفت چرا به من نگاه نمی کنی؟ از صبح که اومدی یا به تنهایی داری قدم میزنی یا اینکه تو کتابخونه خودتو حبس کردی. حق با خانم حیدریه. شناخت دختران جوان مشکله. اونا نمیتونن پایبند به چیزی باشن. من فکر میکردم اون اشتباه میکنه، ولی تو ثابت کردی که حق با اونه. من در اشتباهم. اگه مایلی برگردی برگرد. من نمیخوام به زور تو رو اینجا نگه دارم، اما اینو بدون تو نقشه هامو نقشه براب کردی. پای هدیه سست شد، روی مبل نشست و گفت دخترا ساده دلن، پسرا ستمگر. فرهاد گفت کسی بهت ستم رسونده؟ من که فکر نمی کنم چنین باشه. معتقدم مردان برخلاف ظاهرشون خیلی زود گول زنا رو می خورن. در این گونه موارد مرده که ستم می بینه، نه زن. هدیه بی توجه چشم به صورت فرهاد دوخت و نگاهش با او درآمیخت. در نگاه او تمنای ماندن موج می زد. رنگ صورتش پریده بود و حرکاتش توازن خود را از دست داده بودند. همان نگاه هدیه را رام و آرام ساخت. تون صدایش نرم شد و گفت شاید هر دوتاشون ستم میبینن ولی نمیتونن بیان کنن. فرهاد روبروش نشست و گفت به من بگو چرا نمیخوای بمونی؟ در صورتی که میدونی چقدر آرزو داریم تو اینجا باشی؟ هدیه فقط به اون نگاه کرد و دقایقی آن دو با کلام نگاه با هم گفتگو کردند. با ورود بقیه دیده از یکدیگر برداشتند. فرهاد مجال صحبت به هیچ کس نداد و گفت هدیه خانم منصرف شدن. انجام کاری که قرار بود به خاطر اون برگردن به تعویق افتاد. آنها از حرکات آن دو چیزی نفهمیدند. فرانگیز با شادی گفت خوشحالم که میمونی. پدرت مایل با هم مسافرتی به شمال داشته باشیم. اگرچه این فصل زیاد مناسب نیست، اما به خاطر اینکه تو مایلی جنگل رو ببینی میریم. راضی هستی؟ تمام ناراحتی‌های هدیه به یک بار تمام شدند و خوشحالی وجودش را فرا گرفت. وقتی عصرانه را آوردند، او با اشتهای فراوان مشغول خوردن شد. در همین هنگام خانم راد وارد شد و کاغذی در مقابل خانم فهیمی گذاشت. فرانگیز بعد از خواندن نامه اظهار داشت اشکالی نداره، میتونه بره. خانم راد کاغذ را برداشت و از در خارج شد. مردها به بازی شطرنج پرداختند و دو خانم نیز به گفتگو مشغول شدند. هدیه پشت پیانو قرار گرفت و شروع به نواختن کرد. مهارت کامل را برای نواختن نداشت، اما همان اندازه نیز باعث نشاط شد.
هدیه مشغول نواختن بود که صدای توقف اتومبیلی توجهشان را جلب کرد و دقایقی بعد دختر عموهای فرهاد وارد شدند.